سلام رفقا، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوب باشین، هر جایی که هستین سالم و سلامت باشین. احمد امین هستم، اینجا دنیای مستر پانک. آقا بازی جی تی ای تریلوجی، همون جی تی ای سگانه، بالاخره منتشر شد و بعد از این همه حرف و حدیث و 10-20 سال که منتظر نسخه بعدی جی تی ای، نسخه جی تی ای 6 بودیم، اومد و جی تی ای سگانه رو رونمایی کرد که سه تا از جی تی ای قدیمی که جی تی ای 3، جی تی ای وایس سیتی و جی تی ای سن اندریاس رو داخلش حالت ریمستر قرار داده. دیگه حتما همتون کلیپ ها و این چیزاش رو دیدین، در جریانش هستین. اومده یه ذره گرافیکش رو مثلا امروزی تر کرده تا حالا نسل جدید تر هم باش خاطره بازی بکنه و این حرفا. و در حال حالا نمیگم که خیلی خوبه یا خیلی بده، تجربه ندارم، همین الان وارد شدیم، ولی نقد هایی که ازش منتشر شده خوب و بد داره دیگه. خیلی ها ناامید شدن، خیلی ها میگن شرکت بیلیون دلاری مثل راکستار ازش بعیده که بیاد همچین چیزی رو بسازه و این خیلی پایین تر از حد انتظاره. شرکتی که اومده Red Dead Redemption رو ساخته، شرکتی که GTA های V و IV و اینا رو ساخته، چطور تونسته همچین چیزی بسازه که این همه ایراد داخلشه؟ ولی ما با این چیزا کاری نداریم آقا، ما میخواییم توی این ویدیو با هم دیگه خاطر بازی بکنیم. مطمئنم خیلیاتون این جی تی ای رو قبلا بازی کردید، زمانی که نسخه اورجینالش اومد دیگه توی ایران اینو همه بازی کردن، هر کسی که یه زمانی گیمر بوده یا حتی بازی میکرده و این چیزا، این نسخه جی تی ای رو بازی کرده و واقعا خیلی خاطر انگیزه. در نتیجه ما توی این ویدیو کار نداریم، خوبه بده چطوریه میارزه نمیارزه، و میخوایم با هم دیگه خاطر بازی بکنیم. و میخوام ازتون دعوت کنم اگر قبلا حتی یه ذره اینو بازی کرده بودید، که احتمالا هم همتون بازی کردید و باش خاطر دارید و این حرفا، این ویدیو رو از دست ندین. امیدوارم که خوشتون بیاد، بریم سراغ بازی. آخ لعنتی، همون همیشگی، یعنی 100 بار اینجا رو شروع کردیم قبلا. دوچرخه‌ای که اینجاست داخل این کوچه، لعنتی، وای. یعنی دیگه این شهر رو ما حفظیم، بهتر از شهرهای خودمون اینا رو بلدیم. بذار قبل از هر چیزی من خلاف جهت مسیر داستان بازی من یه سر برم این سمت. مطمئنم همتون قبلا اینجا پاتوقتون بوده و مطمئنن الان میدونین کجا داریم میریم. این قسمتی که تنها باری که بنده تو زندگیم رفتم، تنها پارتی که توش بودم، و بریم یه سر. خدای من، لعنت، وای. نمیدونم چی باید بگم، باید شت. آخ، چقدر ما اومدیم اینجا، لعنت، چقدر. نمیگم خیلی گرافیکش رفته بالا و اینا، نه همونه، ولی لعنت، چقدر ما اینجا بودیم. یادش بخیر. اگه خاطره دارین از این بار، این کلوب و کلن این بازی جی تی سن ریاس و نسخه اورجینال شو اینا برام بنویسین حتما، بریم یه چرخ دیگه ای بزنیم. نگاه کن مردم شهر همونان، دقیقا همون شهر. آه خدا، درخت ها رو، یعنی میدونی حس اون کسی رو دارم که واقعا انگار بعد از یه مدت زیاد برگشته به شهر خودش. و من خب سالها واقعا خودم هم دانشجو بودم، الانم هستم، و خیلی سالا دور از خونه و دوینا بودم، دور از شهر بودم و این چیزا، و حسش رو قشنگ درک میکنم. ولی اینجا ما انقدر بازی جی تی سن ریاس رو بازی کردیم تو بچگی، من حقیقتا سنم قد نمیده به جی تی وایس سیتی و اینا. اولین جی تی ای که جدی بازی کردم همین سن ریاس بوده، و اصلا عین چی بهش میگن، عین خونه یا شهر خودمون اصلا اینجا رو میدونی. خیلی آدم با اینجا خاطره داره، من حداقل به شخص واقعا حفظم اینجا رو، یعنی الان اینجا که وارد میشد سی جی میگفت گروپ استریت خونمون. وای، محلشون. چی بگم؟ لعنت بهش، وای. خیلی ساله که جی تی سن ریاس بازی نکردم و مطمئنم یعنی همه تون خونه به خونه این محله رو حفظین، و حالا با یه گرافیک بهتر، نمیگم بازم، نمیگم شاهکار، ولی با یه گرافیک بهتر چقدر
خاطر انگیز. خونه رایدر اون وره، خونه بیگ سموک خونه بیگ سموک اینجا نبود، خونه یکی دیگر رفیقاشون اینجاست و خونه خود سی جی. آخ 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 آخ. چه قیافه سی جی اینجور شده. یادش بخیر، یادش بخیر واقعا. اینجا فکر کنم بیگ اسموک داخل خونه است، با یه چوب بیسبال میاد سی جی رو بزنه، تو فکر می‌کنه مثلا یه نفر اومده دزدی و این حرفا، بعد سی جی میگه هی هی منم من. یعنی دوبله فارسی، خب ما خیلی همون اون زمان با دوبله فارسی رو بازی کردیم دیگه و اصلا جی تی ای اینقدر توی ایران معروف بود اومد. اینقدر جی تی ای معروف بود که نسخه های زیادی ازش اومده بود، حتی یه نسخه بود که جی تی ای در تهران بود فکر کنم، همین جی تی ای و توش ماشین های ایرانی و این حرفا بودن و کلن چه خاطراتی، چه خاطراتی. بیگ اسموک رو میبینم یاد اون محله میفتم که میرن با هم دیگه رستوران غذا سفارش بدن، میگه من یه دونه شماره دو میخوام، یه دونه شماره سه، یه دونه شماره چهار، دو تا شماره پنج. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوب. اینجای بازی رو فکر کنم یادمه، با بچه های گروهشون میان سوار بشن، دشمنشون بهشون حمله میکنه، گروه بالاس و با دو چرخ شروع میکنن به حرکت فرار کردن. خیلی اینجای بازی خوبه و باید از دستشون فرار کنیم. چه خاطراتی، چه خاطراتی. یعنی الان میتونم جلوتر از این خودم برم، اینقدر این مسیرها رو قبلا رفتیم، حفظیم دیگه. فکر میکنم تا اون تمی رفت و دست راست میپیچن، خب داره میگه که جلو نزن ازشون، باید با هم دیگه بریم. خیلی خب. وای صدای رایدر که تو نسخه دوبل فارسیش میگفت پا بزن آشغال، اصلا یه دیالوگ ماندگاره. لعنتی. وای وای. اینجا دیگه باید از دست اینا فرار کنیم و بریم همون محله خودمون و او مسیر از اون بر بود شده، پس دوربین از این بر بود. خب. و خیلی خوبه. البته نیازم به این نیست که این کجا داره میره، دیگه خودمون میدونیم مسیر از کدوم سمته، ولی بازم حالا احتمال اینجا یه جایی بود که مال اسکیت و تنیس میگم اسکیت و ای وای ای وای ای جا باگ بازی که میگم همینه. خب خیلی خب، دوباره ما این داخل خونه سی جی دیواراشو که کاغذ دیواری کرده. من همیشه دارم میخواست بدونم این چیه، چون کار نمیکرد، نه اون ورش اگه بری از بیرون خونه نگاه کنی دریه، نه کموده، نه اصلا جای کمود داره، من نمیدونم چیه. سیوش که اینجاست، آشپزخونه شو نگاه بندازیم، گرافیکش خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده. چقدر میومدیم اینجا ببین طبقه بالا. اوه چقدر بهتر شده این اتاقی که اینجا سی جی میرفت لباساشو عوض میکرد. این ته هم یه دوربین بود، حالا یه دوربین دستمون باشه. فعلا سی جی لباس نداره که بخوایم بریم چیز دیگه ای تنش بکنیم، باید بریم مثلا کار مال داخل بازی انجام بدیم. او وایسا ببینم رمزا کار میکنه داخل بازی یا نه، بذار بیاد. اوکی مهمترین چیز تو بازی حسویامه دیگه. یس حسایم کار کرد. جامپ جتس چی؟ او یس آقا رمزا همه کار میکنه، باید بریم دفترچه های قدیمی رو پیدا کنیم، رمزا رو همه رو توش نوشتیم. البته الان دیگه توی اینترنت و اینا هم پره دیگه، یه سرچ بکنید رمزای نمیدونم چیت های جی تی ای سن اندریاس و اینا همه کار میکنن. یه سری چیت بود که ما هر سری وارد بازی میشدیم اول اونا رو تایپ میکردیم که تفنگامون پر بشه، تیرمون پر بشه، نمیدونم حسایام بزنیم، پولمون بی‌نهایت بشه و این چیزا. و اصلا یعنی مگه میشه، یعنی اصلا از نسل ما باشی و با کلمه بی‌معنی حسایام خاطر نداشته باشی؟ اصلا مگه ممکنه آقا؟ الانم که شب شده آسمونو ببین، آسمونو ببین چقدر قشنگ. و بریم سراغ پاتوقمون که واقعا مدت خیلی زیادی رو اینجا سپری کردیم، احتمالا خودتونم می اومدیم از این داشتمون یه عکس بگیریم. چی بهت بگم، یعنی انقدر با اینجا مخاطره داریم، انقدر ما اینجا اومدیم. یادش بخیر، یادش بخیر. دو سه تا دستگاه هم اینجا گذاشته بود. آره اینا رو میتونی بشینی بازی بکنی، یه سری مینی گیم اینجاست که میتونی بری اینا رو انجام بدی. دکمش چطوری بود؟ آه
ببین ببین و هر چقدر که ساده باشه واقعا باحاله. بعد اصلا اوج هیجانش به اینه که دو تا بازی مختلفه، یعنی شما میتونی بیا این یکی رو انتخاب بکنی و این یکی یه بازی دیگه است و حالا هر چقدر هم چرت و پرت و اینا باشه خیلی خوبه. یعنی ما میومدیم اینجا شب تا صبح میشستیم بازی میکردیم، با این یارو میتونی بیای بیلیارد بازی بکنی و اصلا شروع کنی نمیدونم تو یه ضربه بزنی اون یه ضربه بزنی توپو بندازی تو سوراخ و این چیزا، یه عکس هم تو بگیریم و چه خاطراتی خدایا. خب اومدیم بیرون ولی چه شبایی که اینجا نگذروندیم، محیط ساکت و باحال. یعنی اصلا بازی جی تی ای فارغ از مراحلش و داستانش که البته خیلی هم خوبه دیگه، حتما خودتون میدونید، چه نسخه های جدیدتر جی تی ای وی و اینا، چه همین نسخه سان آندریاس که واقعا فوق‌العاده است و حتما دیگه به یاد میارید مراحلش و مرحله ای که با بیگ اسموک میفتیم دنبال چند نفر که روی قطارن، مرحله خیلی خیلی سختی که باید اون هلیکوپتر رو کنترل میکردی و اصلا خیلی ها زده میشدن از بازی تو اون مراحل، اصلا میرفتی به شهرهای دیگه که فهم کنم مپش رو اینجا داریم میبینیم. البته اینم بگم منوی بازی فرق کرده، منوی بازی نبود، من یادمه که کلا سه تا دونه چیزی وسط نوشته شده بود و مپ اصلا یه دیگه همین مپ بود ولی خب جدا نشونش میداد و الان وردتش کنار منو خیلی باحال و یادش بخیر. این طرف ساخت محوطه ممنوعه بود، نمیتونستیم واردش بشیم، اگه میرفتیم اونجا پلیس 5 ستاره میافتاد دنبالمون و داستانایی داشتیم خدا. اینجا شروع میکردیم پلیس میافتاد دنبالمون، میرفتیم رنگ نمیدونم ماشین رو عوض میکردیم، میرفتیم لباسمون رو عوض میکردیم، اون طرف ولمون میکرد. چه خاطراتی آقا، خیلی بازی جی تی سان آندریاس خوبه. این نسخه دفینیتیو ادیشنش هم یا همون ریمسترش هم هر چقدر هم حالا مشکل و این چیزا داشته باشه که کم هم نداره، بازم خیلی خاطره انگیزه. یعنی شما همینطور بیا تو شهر بچرخ این ور اون ور، نمیدونم آهنگای ماشین تو عوض بکن، نمیدونم سوار کن، برو نمیدونم ماشین پلیس سوار شو، بیفت دنبال ماموریتاش، اصلا مراحل بازی رو پیش ببر. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه دونه ماشین آتش نشانی اینجاست، من برم سوار این بشم و ویدیو رو دیگه کم کم تمومش بکنیم. دمتون گرم بچه‌ها، خیلی متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردین، نظراتتون رو لطفا برای من بنویسید و اگه خاطره چیزی هم از بازی جی تی سان آندریاس به خصوص دارید حتما برام بنویسید و با هم دیگه گپ بزنیم و این چیزا. خلاصه که خیلی خوبه، خیلی خوبه دیگه. کدوم بازی که از جی تی سان آندریاس تو ایران محبوب تر باشه، کدوم کرکتری که از سی جی تو ایران معروف تر باشه، و خلاصه که عالیه. مثل همیشه ازتون خواهش دارم که لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بقیه ویدیوهای من رو هم که میدونید میتونید توی کانال یوتیوب دنیای مسترپانک تماشا کنید. خیلی متشکرم ازتون، دمتون گرم و تا ویدیوهای بعدی فعلا. We'll be right back.